آیا قادرت شیطان را بگریانید؟ چگونه شیطان را شکست و بگریانیمش؟ روز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از شیطان پرسید: ای ملعون، چرا مانع از صدقه دادن می شوی؟ عرض کرد: یا رسول الله، اگر اره بر سر من بگذارند و مانند درخت و چوب سرم را اره کنند، برای من راحت تر از صدقه دادن اشخاص است. آن حضرت پرسیدند: چرا صدقه چنان ناراحتت می کند؟ در جواب گفت: در صدقه دادن 5 خصلت است. مال را زیاد می کنه، مریضان را شفا می ته، بلاها را دفع می کنه. صدقه دهندگان به سرعت برق از پل صراط می گذرند. بدون حساب داخل بهشت می شن و برای ایشان عذاب نیست. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکست میدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد، نکست میدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار بدین. همچنان برای حمایت از ما ویدیو ما را لایک کنید. با اندک تفحص روشن میشه که علاوه بر مواردی که شیطان را آزار داده و ناراحت میکنه، برخی کارها نیز در طول زندگی آدم علیه السلام و فرزندانشان و در طول تاریخ ابلیس را چنان آزار داده که باعث ناله و زاری ابلیس شده و حتی او را به گریه واداشته، که در ادامه به برخی از اون موارد اشاره میکنیم. اول، وقتی که حضرت آدم توبه کرد و خدا توبهش را پذیرفت، شیطان ملعون چنان از سوز دل ناله کرد که ملائکه ی آسمان و زمین را متوجه کرد و همه او را لعنت کردند. دوم، روزی که حضرت یوسف از دست زلیخا گریخت، شیطان از سوز دل ناله کرد که ملائکه صدای او را شنیدند و لعنتش کردند. سوم، در غدیر وقت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امام علی علیه السلام به خلافت منصوب کرد، شیطان از دل پردردش ناله کشید و گفت: از این پس چه کنم و چاره ام چیست؟ اولادش را جمع کرد و گفت: تا می توانید مردم را به شک اندازید. محبت، ولایت و دوستی علی علیه السلام را چنان بر مردم متشبه کنید که او را به خدای باور کنند و از گناه به جهنم بروند و عده‌ای از راه و روش او برگردند و جهنمی شوند. چهارم، روز عاشورا بسیار زحمت کشید تا زمینه فراهم کرد که همه لشکر عمر سعد علیه امام حسین علیه السلام شوریدند و او را به شهادت رساندند. آنگاه همه شیاطین روی زمین پخش شدند و با شادی و خوانندگی ابراز خرسندی کردند. شیطان می گفت: عجب، خلق خدا را گمراه کردم و به مقصودم رسیدم. پس از این که شیطان از ثواب و مقام و منزلت پیروان و زیارت کنندگان امام حسین علیه السلام آگاه شد، از کرده خود پشیمان شده و از روی حسرت نعره کشید که همه ملائکه لعنتش کردند. گفت: وا ویلا، قضیه برعکس شد و مردم بیشتر وارد بهشت شدند. پنجم، وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به پیامبری مبعوث شد و مردم را از نادانی، گمراهی و جهنم نجات داد و به سوی بهشت رهنمون شد، ابلیس ناله کرد و فریاد کشید. ششم، وقت سوره مبارکه حمد نازل شد، ابلیس فریاد زد و ناله کرد، چون می گفت این سوره سبب آمرزش گناهان اولاد آدم می شه. شیطان به عنوان دشمن دیرینه و پرکینه از انجام هر عمل صالح و شایستهی که منجر به سعادت افراد شوه ناراحت و محزون میشه. پس مبارزه با شیطان جز آسان ترین کارهاست و کافیست برای مبارزه با او فقط کارهای انسانی و دینی خود را انجام بدیم، تا بدین وسیله به خدای تعالی و به کمال خیش نزدیک تر شوید.
هفتم، امام صادق علیه السلام فرمودند وقت انسان در برابر خدا سجده کند و آن را طول دهد، شیطان از ناراحتی فریادش بلند می شود و به کنار رفته و شروع به گریه می کند و می گوید وای بر من، این بنده خدا چگونه او را اطاعت می کند و در مقابل او به خاک می افتد، در حالی که من او را معصیت نمودم و به آدم سجده نکردم. هشتم، دیدار با مؤمن. دید و بازدید مؤمنان از یک دیگر شیطان را چنان ناراحت می کند که به صورت خود زده و دست و پای خود را زخمی می کند. نهم، صدقه دادن. روز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از شیطان پرسید ای ملعون، چرا مانع از صدقه دادن می شوی؟ عرض کرد یا رسول الله، اگر اره بر سر من بگذارند و مانند درخت و چوب سرم را اره کنند، برای من راحت تر از صدقه دادن اشخاص است. آن حضرت پرسیدند چرا صدقه چنان ناراحتت می کند؟ در جواب گفت در صدقه دادن 5 خصلت است: مال را زیاد می کنه، مریضان را شفا می ده، بلاها را دفع می کنه. صدقه دهندگان به سرعت برق از پل صراط می گذرند، بدون حساب داخل بهشت می شوند و برای ایشان عذاب نیست. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خدا عذابت را زیاد کند. شیطان به عنوان دشمن دیرینه و پرکینه از انجام هر عمل صالح و شایسته‌ای که منجر به سعادت افراد میشه ناراحت و محزون میشه. پس مبارزه با شیطان جزء آسان‌ترین کارهاست و کافیست برای مبارزه با او فقط کارهای انسانی و دینی خود را انجام بدیم تا بدین وسیله به خدای تعالی و به کمال خیش نزدیک تر شویم. بله، ای بود ویدیوی امروز ما. برای ویدیوهای بیشتر نکس میدیا را سابسکرایب کرده و از زنگوله را نیز فشار بدین تا از ویدیوهای بعدی ما آگاه شوین، و برای حمایت از ما کافیست ویدیو ما را لایک و شیر کنین. نظریات زیبایتان را هم میتونین در بخش کامنت بنویسین. خدا نگهدار شما.